کامیونداران و رانندگان کامیون الان مدته که اعتصاب کردن، اعتصابشون سراسریه و میدونیم که این اعتصاب به بیش از 280 شهر گسترش پیدا کرده. واقعا یک چیز عظیمیه و به خصوص وقتی خواسته هاشون رو میبینیم، واقعا خواسته های برحق و خواسته هایی که خواسته تمام جامعه ایرانه. بیان این اهمیت این اعتصاب نه تنها در سراسری بودنشه و تأثیر اقتصادی رو که روی جامعه ایران و قدرت در واقع بخش کامیوندارا، رانندگان و بخش مهم اقتصادی جامعه ایران نشون میده. وقتی دست به دست هم میدن چه تأثیر مهمی میذاره. خواسته هاشون در این حال که خیلی ساده است، خواست تمام مردم ایران هست، خیلی نزدیکه. گفتن که تمام مافیای اسلامی که توی مراکز باربری و مراکز بارزنی هستن، پایانه هایی که وجود داره توی تمام مناطق، در واقع فشار اقتصادی که روی اینا هست، امکانات حقوق پایین رو که دارن، عدم بیمه و قیمت جنسا که میره بالا، از تایری رو که دارن باید بخرن تحت کنترل دولت و اینا رو تو بازار سیاه باید بخرن و قیمتاش هم بشه اینقدر سرسام‌آوره که کار میکنن به فقر و بدبختی دارن زندگی کنن، بچه‌هاش نمیتونن مدرسه بفرستن به راحتی. و خب الان میبینیم که این مسئله کل جامعه است. الان میبینیم ریال انقدر افتاده، برای مثال 190 هزار تا بود به یه دلار، الان اخیراً شده به یه دلار. میبینیم که همه کالاها، همه از لاستیکشون گرفته تا همه امکاناتی که لازم دارن برای کارشون چندین برابر شده، هم مثل توی مدت خیلی کوتاهی و این مشکل همه است دیگه. از اینکه میری گوشت میخری تا میری لوازم پوشک میخری برای بچت، همش اینا چند برابر شده و فشار خیلی زیادی داره میاره روی جامعه. دقیقاً وضعیت مردم رو به جای رسونده که نفس نمیتونن بکشن. شما وقتی وضعیت خطرناک راننده های تریلی های ایران رو میبینین که چطوری با جونشون بازی میکنن، وقتی با لاستیک های میرن که کاملا از استاندارد مینیموم پایین تره و جونشون رو در خطر میذارن. وقتی هم کارشون انجام میدن، اون مقداری که دستشون میاد کمتر از اون چیزیه که در واقع حقوقی رو که گرفتن، کمتر از خرجی که دارن میکنن و نه تنها قیمت ها رفته بالا، بلکه کنترل تمام لوازمی رو که یازن دارن دست مافیای اسلامیه. با باج دادن باید برن بار بزنن، تایر لاستیک میخوان برن تو بازار سیاه و بازار آزاد باید بگیرن که قیمت ها چندین برابره. و نگاه میکنی میبینی که این وضعیت تمام جامعه ایرانه. به این خاطر به شدت سراسری شده. این دفعه سومه که راننده های تریلیا، راننده های کامیون تلاش کردن حقشون رو خواستهاشون رو مطرح بکنن. مسئولین جمهوری اسلامی اصلا بهشون اهمیت ندادن و در واقع هیچ وقعی نذاشتن به خواستای اینا و مجبور شدن که دست به اعتصاب سراسری بزنن و این جامعه ایران رو در واقع کاملا متوجه این وضعیت کرده و خواستشون هم خواسته تمام مردم به ایرانه. و خب چیزی که واقعا مطرح اینجا که از خواسته هاشون مسئله درآمده، که درآمدشون زیر خط فقره و این یه واقعیت برای خیلی از کسانی که تو ایران کار میکنن، از معلم‌ها گرفته تا غیره. و میبینیم که وقتی که کامیوندارا میگن درد ما درد همه است، درد شماست، دقیقا این یکی از معضلای مهم جامعه است. یا اینکه حقوقا زیر خط فقره، یا اینکه دستمزدا برای ماهای ماه پرداخت نشدن، دستمزدهای معوقه و این باعث میشه که همون دستمزدهایی که زیر فقرن برای ماهای ماه نمیدن و با جریمه شون میکنن. یکی از چیزایی هست که چقدر جریمه سنگین روی راننده های تریلی میذارن. این هم بس این هماهنگ بودن و یکسان بودن خواسته ها نقش عظیمی رو به نظر من توی این اعتراض کامیوندارا و راننده ها داشت. و میتونیم ببینیم که اقشار مختلف در جامعه الان دارن از این اعتصابیون دفاع میکنن، از برای مثال گروه بازنشستگان، گروه های از معلمان و شرکت واحد. و در ضمن در خارج کشور هم میبینیم همبستگی هایی شده
چه توی آمریکا کارگران تیمستر برای مثال یا کارگران تریلی در هلند، میشه دید که الان این به طور وسیع‌تری داره منعکس میشه توی دنیا و حمایت‌ها دارن همینجوری میان به طرف کارگران اعتصابی تریلی و راننده. دقیقاً اتحادیه سراسری ترانسپورت دنیا اعلامیه داره در دفاع از خواستای معترضین و اعتصابیون در ایران و میتونیم ببینیم که و یکی از کارهای ما، وظیفه ما اینه که صدای اعتصابیون رو به تمام دنیا برسونیم و تلاش بکنیم که این همبستگی برای این اعتراض وسیع‌تر باشه، که اونا هم احساس قدرت بتونن بکنن، ببینن که تنها نیستن، نه تنها تو جامعه ایران همه باید کمکشون بکنن، بلکه در سطح بین‌المللی هم باید فشار بذارن روی جمهوری اسلامی که حقوق جامعه ایران، در واقع حقوق جامعه و مردم ایران رو به رسمیت بشناسن. و خب میشه دید که جمهوری اسلامی خب مشخص سعی کرده اعتصاب شکنی کنه، کاری که همیشه میکنه، تهدید کنه. بیش از 150 تا راننده بازداشت شدن، اینا باید فوراً و بدون قید شرط آزاد بشن و میبینیم که حتی تهدیدهای مانند این که کسایی که دارن این کارو میکنن باید اعدامم بشن میشنویم از مقامات جمهوری اسلامی و میشه دید که چقدر میترسن از این نوع اعتصابات سراسری و این اعتراضات، چون میدونن دقیقاً واقعا جمهوری اسلامی رو داره میلرزونه و این نیرویی که میتونه بنیانهای جمهوری اسلامی رو به لرزه در و در واقع تهدیدش میکنه. اینو میدونن به خوبی و اهمیت داره که مورد پشتیبانی قرار بگیرن و نشون میده که تمام قوانین اسلامی که در مورد صحبت میکنن امروز به کارشون داره میاد که از اون استفاده کنن و مردم رو سرکوب بکنن. صحبت از این میکنن که اینا یاغی هستن، اینا کسایی که اعتصاب کردن جاده ها رو بستن و تلاش میکنن که اجازه ندن کسی توی هیچ تراکتوری و هیچ تریلی یا کامیونی بار نزنه. اینا میگن اینا یاغی هستن و دارن امنیت مردم رو دارن تهدید میکنن و هر کس امنیت مردم رو تهدید بکنه جرمش جرمه و طبق قوانین اسلام باید کشته بشه. این جوهر جمهوری اسلامیه که حتی نمیتونه تحمل بکنه کسی که زندگیش زیر خطر فقره و نمیتونه بچه‌هاشو مدرسه بفرسته، غذا روی میز بچه‌هاش نمیتونه بذاره، تهدید به مرگشون کنه. جوهر اسلام و جمهوری اسلامی و قوانین اسلامی همینه. دقیقاً میبینیم که اعتصاب حرامه از نظر اونا، میبینیم که با استفاده از گزینش خیلی‌ها رو اجازه کار نمیدن، اینکه تبعیض هست، اینکه خط فقر جزو واقعی زندگی خیلی از مردم ایرانه و اینکه حق اعتصاب، حق اعتراض رو اصلا نادیده میگیره و حمله و کشتن و زندانی کردن رهبران کارگری و کسانی که اعتراض میکنن، این جزوی از جمهوری اسلامیه. دقیقا ما خواهان آزادی دستگیر شدگان هستیم، در واقع اینا زندانای سیاسی جامعه ایران هستن، بخشی از زندان سیاسی هستن. خواست کارگران باید آزادی رفقاشون باشه. ما از خواستای رانندگان تریلی و کامیون کاملا پشتیبانی میکنیم و تلاش میکنیم که صداشون رو توی هر جا که امکان داره توی دنیا برسونیم. یه بخش دیگه هم از کاری که جمهوری اسلامی میکنه، همیشه میندازه گردن دشمن خارجی، در حالی که واقعیت اینه که دشمن مردم ایران، کارگران ایران، همون خود جمهوری اسلامی هست. اگه اینا مسئول بودن میامدن به خواستای بررسی میکردن خواستای رانندگار رو و پاسخ بشوندن، نه تهدید به اعدام، نه تهدید به اعدام، بگن مال خارجیه، میخوان اقتصاد داغون بکنن، همه این حرفا رو میزنن، ولی واقعیتش اینه که با تمام این تهدیدها راننده ها عقب ننشستن، اعتصابشون و اعتراضشون گسترده و گسترده میشه و هر روز همبستگی بیشتری رو به خودش میکشه. و این اعتصاب رو حتما باید در مضمون اعتراضات دیگه ببینیم، اعتصابات دیگه. به زودی روز معلمه و معلمان هم فراخوان اعتصاب دادن. میدونیم که کارگران خدمات شهری شهرداری رامشیر اعتصاب دارن، معلمان در بوجنرد و کارکنان بیمارستان امام کرج. این اعتراضات همه اهمیت ویژه‌ای دارن به خاطر اینکه فشار میارن برای یک زندگی دیگه برای کسی
کسایی که تو ایران زندگی میکنن. و مریم، نقش این اعتراضات در واقع و گسترششون و دائمی بودنشون نشون میده نقش مردم رو برای تغییر وضعیت جامعه ایران نشون میده و اهمیت و سنگینی این جنبش رو نشون میده و این نیرویی که میتونه جامعه ایران رو بهبود ببخشه، این نیرویی که میتونه جمهوری اسلامی رو نابود بکنه و این نیرویی که میشه بهش اعتماد کرد. لازم نیست کسی روی جامعه ایران بمب بریزه، تهدید نظامی بکنه، حمله نظامی بکنه، تهدید اقتصادی بکنه. مردم ایران هستن که میتونن جمهوری اسلامی رو نابود بکنن، از میان بردارن و آینده بهتری رو برای جامعه ایران نوید بدن. زنده باد رانندگان و کارگران اعتصابی.